همکارم نرگس توسلیان که این پرونده رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. نرگس، از جزئیات این پرونده به ما بگو. بله، این شش شهروند بهایی که شاید جا داشته باشه اسمشون رو بگم چون تو خبر نگفتیم: هایده رام، مریم و مینو بشیر، فرانک شیخی، برهان اسماعیلی و دورنا اسماعیلی، اولین بار در سال 95 بازداشت میشن و پس از مدتی با وثیقه آزاد میشن. سال 98 براشون قرار منع تعقیب صادر میشه، اما با دخالت نهادهای امنیتی پرونده دوباره به جریان میفته، میره دادگاه بدوی و از دادگاه بدوی هم میره دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر با یه تغییرات کوچیک اون حکم دادگاه اولیه رو تایید میکنه. دو اتهام اصلی علیه این افراد مطرح بوده: فعالیت تبلیغی علیه نظام، اتهامی که علیه آقای برهان اسماعیلی مطرح بوده و برای سایر افراد معاونت در فعالیت تبلیغ علیه نظام، و اقدام علیه امنیت ملی برای همه این افراد. و خب طبق قاعده جمع مجازات ها هم البته در اینجا وقتی چند مجازات حبس هست، اون مجازات شدیدتر یعنی 10 سال حبس قابل اجراست. اما یک نکته قابل توجه اینه که برای دو اتهام عمده‌ای که برای این افراد مطرح شده، اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، یک چیز مبنای این دو اتهام قرار گرفته، یعنی همون تبلیغ آیین بهائیت. میتونیم در این صدایی هم که از گوش کنیم این توضیحه. بله، رابطه با این حکم 60 سال زندان شش شهروند بهائی توی رازجان بوشهر، این توضیحات مختصر میخوام خدمتتون عرض بکنم که اهمیت در واقع این خبر رو میرسونه. ببینید، در حکم دادگاه انقلاب برازجان خط 4، 5، 6 اگر ملاحظه بفرمایید، بابت یه اتهام دو بار قاضی حکم داده که کاملا غیر حقوقی هست این حکم، یعنی به این شکل بابت تبلیغ بهائیت یه بار اومده 1 سال حکم داده، نوشته که مثلا این فرد تبلیغ علیه نظام کرده از طریق تبلیغ بهائیت، خب حتی اکثر حکم تبلیغ علیه نظام هم 1 ساله که 1 سال به این فرد و این افراد حکم داده. بعد در ادامه دوباره نوشته این فرد تبلیغ بهائیت کرده، دوباره این تبلیغ بهائیت رو آورده و برای تبلیغ بهائیت 10 سال حکم اضافه کرده، یعنی تبلیغ بهائیت اومده در واقع مصداق اقدام علیه امنیت ملی هم تلقی کرده یا تعبیر کرده، که این تعبیر با توجه به اصطلاح این 40 سالی که من احکامی که داشتم میدیدم، این برای اولین بار هست که یک دادگاهی میاد بابت یه جرم دو تا حکم میده. نرگس، این نکته رو اینجا ذکر بکنم که برای حفظ امنیت فرد مصاحبه شونده صدای او رو تغییر دادیم، اما به طور کل این اولین بار نیست که ما شاهد بازداشت شهروندان بهایی هستیم. به طور کل چه انتقاداتی نسبت به جمهوری اسلامی در نقض حقوق شهروندان بهایی مطرح میشه، اگر کوتاه به ما بگید؟ بله، در دهه‌های گذشته سازمان‌های حقوق بشری به طور مرتب از جمهوری اسلامی به دلیل نقض سیستماتیک حقوق شهروندان بهایی انتقاد کردند. تو جدیدترین مورد شاید بشه به گزارش دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد که به نقض حقوق شهروندان بهایی از جمله مصادره اموالشون پرداخته، و گزارش‌های زیادی بوده در سال‌های گذشته از محرومیت‌هایی که این شهروندان دارن. بهایان، لازم ذکر کنم که به عنوان یک اقلیت مذهبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته نمیشن، و برای همین مسئله باعث میشه که علاوه بر تبعیض‌هایی که اقلیت‌های دینی در ایران دارن در قانون، تبعیض‌های دیگه هم در عمل داشته باشن و تبعیض‌های مضاعفی. از جمله این موارد میشه به محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها و تحصیل در ادارات دولتی نام برد، از مصادره اموالشون، از پلمپ مغازه‌هاشون و همچنین از صدور احکام کیفری تحت اتهامات امنیتی. و همه اینها در حالیه که جمهوری اسلامی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم پیوسته و ملزم به حفظ آزادی عقیده شهروندانش است. ممنونم. نرگس توسلیان اینجا در استودیو با ما بودیم.